The referee's decision to award a foul just outside the penalty area, which leads to a goal, is incorrect. اینجا داور بیرون محوطه خطایی میگیره که منجر به گل میشه و به نظرم تصمیم غلطیه. بازی باید ادامه پیدا کنه چون برخورد غیر عادی نبود. مهاجم دنبال خطا گرفتنه و خودشو بین سه مدافع گیر میندازه. اما به نظر میرسه هیچ کدوم از سه مدافع خطایی نمی کنن. بهتر بود داور دستور به ادامه مسابقه بده. The referee's decision to award a goal is correct. به نظرم اینجا داور به درستی گل قبول میکنه. از زوایایی که من میبینم برخورد توپ با دست کاملا مشخص نیست و مادامی که شواهد قطعی نداریم باید تصمیم داور رو بپذیریم. ضمناً مدافعا اعتراضی به خطای هند نمیکنن و با توجه به واکنش اونا خیلی مطمئن نیستم که توپ به دست مهاجم خورده باشه. چون اگه برخوردی وجود داشت مدافعا شدیداً معترض میشدن. Ball had touched the hand, I'm sure the defenders would have made a big protest. In this situation, the goal should have been cancelled. There is an offside decision that the assistant referee has missed. اینجا گل باید مردود اعلام بشه. یه خطای آفساید رخ داد که از چشم کمک داور مخفی موند. مهاجمی که در موقعیت آفساید بود، قبل از به ثمر رسیدن گل با سینه توپ رو پاس میده و در جریان بازی دخالت میکنه. بنابراین تصمیم درست اعلام آفساید بود. در بازی‌هایی که VAR استفاده نمیشه، امکان بازبینی گل وجود نداره. و صرفاً باید به قضاوت داور و کمک داور اتکا کنیم. اما در این صحنه قضاوتشون اشتباه بود. The decision of the referee to award a yellow card for this type of challenge is justified. داور به درستی در این صحنه کارت زرد نشون میده. اصطلاحاً بازیکن از دستش به عنوان ابزار استفاده میکنه نه اسلحه. درسته دستشو باز میکنه اما خشونتی در حرکتش نیست و میخواد خودشو از مدافع حریف جدا کنه. به نظرم اینجا از دستش به عنوان ابزار فقط استفاده میکنه. اگه آرنج میزد میشد بگیم حرکتش خشنه و از دستش به عنوان سلاح استفاده کرده. کارت زرد برای چنین حرکتی کافیه. The referee's decision of a yellow card is justified. To give a player a yellow card for simulation, there has to be absolutely no contact. داور زمانی میتونه برای شبیه سازی کارت زرد نشون بده که مطلقاً هیچ برخوردی رخ نداده باشه. درسته، اینجا مهاجم میخواد داور رو فریب بده و پنالتی بگیره. مهاجم دستاشو باز میکنه و به شکلی اغراق‌آمیز خودش رو روی زمین میندازه. میخواد به داور بگه برخورد وجود داشته و باید پنالتی گرفته بشه. اما وقتی برخورد خفیفی مثلا در پایین تنه وجود داره، بهترین تصمیم ادامه مسابقه است. اگه هم مطلقاً هیچ برخوردی وجود نداشته باشه، اگه من جای داور باشم کارت زرد نشون میدم. تایید میکنم که بازیکن قصد شبیه سازی داشت، اما به نظرم تصمیم درست ادامه بازیه. قبل از شروع فصل صحبتش از پیوستن استقلال بود، یه ارسال توپی که اونجا برخورد میکنه به بازیکنان نساجی و یه پرتاب به دست میاد. بازیکنان گلگهر معتقدن که توپ به دست بازیکن نساجی برخورد کرده که آقای حاج ملک و کمکش این اعتقاد رو نداره. خب حالا با نظر داور چهارم این پنالتی انتقال داده میشه. The referee and assistant referees not to award a penalty kick for handball is incorrect. This is a clear. تصمیم اولیه داور و کمک داور اشتباه بود و اینجا باید پنالتی می‌گرفتن. خطای هند مشخصه و مدافع با دستش که بالای سرشه و بدنش رو بزرگتر کرده مسیر توپ رو می‌بنده. کمک داور احتمالاً تصور کرده که توپ به سر مدافع خورده، اما مشخصاً توپ به دست برخورد می‌کنه. یا داور یا کمک داور باید متوجه این مسئله می‌شدن. اما داور چهارم هم عضوی از تیم داوریه و حق داره به کمک داور داخل زمین بیاد. او به وضوح صحنه رو می‌بینه. اینجا باید به داور چهارم آفرین بگیم چون تصمیم درست رو گرفت و باعث شد خطای پنالتی اعلام بشه. To the letter of the law, the goalkeeper comes off his line at the taking of a penalty kick. طبق قانون وقتی دروازه‌بان پیش از زده شدن پنالتی از خط جلوتر میاد، ضربه پنالتی باید تکرار بشه. حتی وقتی بقیه بازیکن‌ها هم قبل ضربه وارد محوطه بشن، این چیزیه که اول باید بهش نگاه بشه. چون دروازه‌بان زودتر از موعد جلو اومد و پنالتی رو گرفت، پس پنالتی باید تکرار بشه. کمک داوری که روی خط ارضی ایستاده باید به داور اشاره کنه که دروازه‌بان از خط جلوتر اومده، چون خود داور باید حواسش به این باشه که بقیه بازیکن‌ها وارد محوطه نشن
و پنالتی زن قبل از ضربه نایسته. اینجا وظیفه کمک داور بود که به داور اشاره کنه پنالتی باید تکرار بشه. اینجا داور اعلام خطای پنالتی نمی کنه، اما می بینیم قبل از اینکه مدافع مهاجم هول بده، این مهاجمه که مدافع جلویش رو هول میده. به نظرم تصمیم مناسب اعلام خطا به نفع تیم مدافع. در اون صورت هیچ جای بحثی هم درباره پنالتی وجود نخواهد داشت. اگه همون هول دادن اولیه رو خطا می گرفت، دیگه جای اعتراضی باقی نمی موند. تصمیم داور برای نشون دادن کارت زرد دوم موجهه. این بازیکن از قبل کارت زرد داشت و چنین تکلی عاقلانه نبود. نیازی به این تکل نبود، اما با سرعت و شدت روی پای حریف رفت. با پای بازیکن حریف برخورد وجود داره و سرنگونش میکنه. به نظرم برخورد در حدی بود که اخطار نشون داده بشه و بازیکنی که از قبل کارت داره نباید دست به چنین حرکتی بزنه. For me there is enough contact and it's a stupid challenge to make while on a yellow card. The referee's decision to play on after the ball struck a defender's arm is correct. اینجا داور به درستی تصمیم به ادامه مسابقه میگیره. دست مدافع کاملا نزدیک بدنشه و اصطلاحاً بدنش رو بزرگتر نمیکنه. بنابراین تصمیم درست ادامه بازیه. موسوی محمد امین کاظمیان رضا جبیره رو داره، باری کلا محمد امین کاظمیان، جبیره، خود جبیره پشت محبتی جریمه، باید او رو کنترل کنن و اعلام پنالتی. اینجا با تصمیم داور برای اعلام پنالتی موافقم. مدافع به قصد زدن توپ میره و پا میندازه، اما هیچ تماسی با توپ نداره و فقط پای مهاجمو میزنه که باعث سرنگونیش میشه. برای همین اعلام پنالتی تصمیم موجهیه. The referee's decision to play on is, in my opinion, correct decision. در این صحنه به نظرم تصمیم درست ادامه بازی. مهاجم با نیت برخورد به مدافع سرعتشو کم میکنه. مدافع برخورد خفیف با پشت مهاجم داره، اما مهاجم به شکلی نمایشی خودش رو روی زمین میندازه. برخورد حد اقلی بود و علتش هم توقف مهاجم بود. بهترین تصمیم ادامه مسابقه است. Referee's decision to give a yellow card for a foul challenge by the defender, in my opinion, is incorrect. معتقدم اینجا داور به اشتباه به بازیکن خاطی کارت زرد میده. تصمیم مناسب کارت قرمز بود. ارتفاع پای مدافع از ارتفاع توپ بیشتره و استوک کفشش روی زانوی بازیکن حریف فرود میاد. این تکل خطرناکیه و هیچ بعید نبود سلامت بازیکن حریف رو به خطر بندازه. شدت و سرعت ضربه زیاد بود و باید با کارت قرمز جریمه میشد. The assistant referee's decision is offside is correct. در این صحنه با تصمیم کمک داور برای اعلام آفساید موافقم. اگر در لحظه ارسال تو توجه کنیم و خطوط زمین چمن و معیار قرار بدیم که معمولاً هم معیار خوبی برای کمک داورا هستن، می‌بینیم مهاجم اندکی از آخرین مدافع جلوتره و کمک داور به درستی پرچم می‌زنه. تصمیم سختی و آفساید میلیمتریه. تا چند سال قبل چنین صحنه‌های خیلی بحث برانگیز بودن، اما با وجود VAR که البته در این بازی استفاده نشد، میتونستیم با قطعیت ببینیم که این صحنه آفسایده. در مواقعی که از VAR استفاده نمیشه، خطوط زمین میتونن معیار خوبی برای داورها باشن. در این صحنه نشون دادن کارت زرد کافی است. بازیکن قصد ضربه زدن نداره و صرفاً دستشو باز میکنه. اگه دستشو مشت کرده بود، حرکتش عمدی و خشن محسوب میشد. ولی اینجا صرفاً داره دستشو باز میکنه. حرکتش خطرناک نیست. نه از آرنجش استفاده میکنه، نه مشت میزنه. البته کارش بی‌محابا تلقی میشه، اما بازی خطرناک به حساب نمیاد و همون کارت زرد کفایت میکنه. However, it must be sanctioned with a yellow card. The referee's assessment to give a yellow card and a foul is correct, in my opinion.
داور تشخیص درستی از این صحنه داره و کارت زرد نشون میده. بازیکن سعی میکنه توپ رو بزنه اما دیر تکل میزنه و به قصد زدن نمیره. تکل شدت نداره و موقع جهیدن تکل نمیزنه. با اینکه استوکش بالاست اما برخورد نسبتاً خفیفه و توجه به نوع تکلش طبیعیه. از اونجایی که تکل شدت نداره و به قصد توپ میره نمیشه اون رو شایسته کارت قرمز دونست. برای همین با تشخیص داور موافقم و به نظرم کارت زرد کافیه. The referee was in a very very good position to award the foul. The defender داور جاگیری بسیار خوبی داره و خطا میگیره. مدافع اول برای زدن توپ اقدام میکنه اما دومین حرکت پاش تعادل بازیکن مهاجم رو به هم میزنه. داور جاگیری مناسبی داشت و خطای منجر به گل کاملا توجیه پذیره. بله، بازیکن مهاجم در عمل مترصد اینه که خطا بگیره، ولی حرکت دوم پای مدافع باعث میشه که این صحنه واقعا خطا باشه. به نظرم اعلام ضربه آزاد تصمیم موجهی. گل توی دروازه، توی دروازه بیفوما. A very good decision for the referee to play on for no handball. اینجا هم داور تصمیم کاملا صحیحی گرفته و خطای هند نبود. اول همتیمیش توپ رو با سر از فاصله نزدیک میزنه. دستشو باز نکرده و درست کنار بدنشه. اگرچه ضربه سر مدافع همتیمی به دستش میخوره، اما دستش در موقعیت طبیعیه و بهترین تصمیم ادامه بازیه. The arm is in a natural position and therefore the best decision for the referee is to play on. The referee's decision to award a simulation and a yellow card to the attacking player is correct. در این صحنه داور به درستی تمارز تشخیص میده و به مهاجم کارت زرد نشون میده. مشخصه که هیچ برخوردی وجود نداره. وقتی مهاجم توپ رو با سینه کنترل میکنه، مدافع اصلا نزدیک مهاجم نیست و مهاجم به قصد فریب داور و گرفتن پنالتی خودش رو روی زمین انداخت. اینجا داور کاملا درست و با اقتدار مهاجم رو تنبیه کرد. نشون دادن کارت زرد در چنین صحنه هایی باعث میشه مهاجما کمتر توی محوطه جریمه دست به شبیه سازی بزنن. The referee has to be proactive and very strong in these situations when there is objects. در همچین صحنه هایی که اشیایی به داخل زمین پرتاب میشن، داورا باید کنشگرا و مقتدرانه عمل کنن. داور باید بازی رو متوقف کنه و سراغ داور چهارم بره و از طریق بلندگوی استادیوم به تماشاگرا اعلام کنن که در صورت تکرار و ادامه چنین رفتارهایی بازی متوقف خواهد شد، چون داور این حق رو داره که بازی رو متوقف کنه و تا مدتی مثلا 5 دقیقه مسابقه رو تعلیق کنه. و اگه تماشاگرا به این رفتار ادامه بدن، بازی رو به تعویق بندازه. البته این کار کمی قدیمیه و ترجیح میدیم کار به اینجا نکشه و بازی تکرار نشه. امیدواریم که رویکرد کنشگرا و هشدار دادن به تماشاگرا باعث توقف این رفتار بشه و جلوی این مسئله رو بگیره. داور اینجا باید قوی تر باشه و منفعلانه عمل نکنه. وقتی اشیا به داخل زمین پرتاب میشن، باید فوراً هشدار بده که در صورت ادامه چنین رفتارهایی بازی ممکنه تعلیق بشه. Warning that the game could be suspended if such behavior carries on. The referee's decision to play on is correct. تصمیم داور به ادامه بازی درسته. برگردون مهاجم به دست مدافع حریف میخوره، اما دستش بسیار نزدیک بدنشه و اصطلاحاً بدنشو بزرگتر نکرده. برای همین نمیشه گفت که پیش شرط خطای هند رو برآورده کرده و تصمیم داور صحیحه. So therefore, the referee's decision is correct. اورونوف ببینید تا کجا عقب اومده و تا بلند باز کنه فولاد درون محوطه جریمه. یک صحنه مشکوک ما اونجا شاهد بودیم. The referee's decision to play on, in my opinion, is correct. به نظرم داور به درستی تصمیم به ادامه مسابقه میگیره. تصمیم بسیار سختیه و مهاجم روی خط محوطه سرنگون میشه. اما این مهاجمه که زودتر میجهه و برخورد صورت گرفته حد اقلیه. معتقدم بهترین تصمیم ادامه بازیه، اما موقعیت و تصمیم بسیار سختیه برای داور. It's really difficult decision for the referee. The attacking player with a high foot is, in my opinion, a yellow card. بازیکن مهاجم پاش رو بالا گرفته و به نظرم کارت زرد کافیه.
درسته ارتفاع پاش زیاده، اما تکلش عمد و شدت نداره و سلامت بازیکن رو تهدید نمی‌کنه. به نظرم تصمیم داور بعد از دخالت VAR صحیحه و کارت زرد کفایت می‌کنه. After the VAR's intervention is correct to give a yellow card. If there's any issues with the VAR system, for example, if there is a power failure, اگه مشکلی برای سیستم VAR مثل قطعی برق به وجود بیاد، داور باید به هر دو تیم و بازیکن‌ها اطلاع بده که سیستم VAR ایراد داره و در این مسابقه از VAR استفاده نخواهد شد. بازی طبق برنامه قبلی برگزار میشه، اما داور به صورت عادی و بدون کمک VAR مسابقه رو قضاوت خواهد کرد. اگه سیستم VAR حین مسابقه قابل استفاده بشه، داور به دو تیم و مربی اطلاع میده که VAR قابل بهره برداریه و از همون دقیقه در قضاوت مسابقه ازش استفاده خواهد شد. در صورت رخ دادن مشکل فنی باید چنین رویه‌ای در پیش گرفته بشه. قاعدتاً باید یه سیستم یدکی موجود باشه، مثل اتفاقی که اخیراً در بازی اورتون و برایتون در لیگ برتر رخ داد. نمایشگر اصلی تصویری نشون نمیداد و از نمایشگر یدکی استفاده کردن تا بتونن صحنه ها رو بازبینی کنن. اگه نمایشگر از کار بیفته، داور باید منتظر بمونه تا مانیتور دوباره قابل استفاده بشه، یا میتونه از اتاق VAR برای گرفتن تصمیم نهایی مشورت بگیره. اما این یه مورد خاص و نادره و یادم نمیاد جایی دیده باشم. همیشه باید یه سیستم یدکی وجود داشته باشه. ولی خب به طور خلاصه اگه سیستم VAR از کار بیفته، داور باید مثل حالت عادی و بدون VAR بازی رو قضاوت کنه. The referee will just referee the match as normal. Decision to play on for me is correct. روی این صحنه به نظرم تصمیم درست ادامه بازیه. بازیکن مهاجم بلافاصله بعد از اینکه برخورد و حس میکنه خودش رو روی زمین میندازه، چون متوجه میشه شانسی نداره که قبل از دروازه‌بان به توپ برسه. به نظرم اینجا بهترین تصمیم ادامه مسابقه است و داور به درستی و بدون نشون دادن ضعف دستور به ادامه بازی داد. And for me the referee was very correct and very strong to play on.